مهمان من در این برنامه دانشمند ایرانی با شهرت و اعتبار بسیار در محافل علمی جهان و به خصوص در آلمان او مدارک دکترا در فیزیک جامدات و فوق دکترا در الکتروشیمی را از دانشگاه فنی برلند دریافت کرده و سالها در همین دانشگاه تدریس میکند پروفسور ناصر کنانی تا به حال صدها مقاله و چندین کتاب علمی در حوزه تخصصیش منتشر کرده که بسیاری از آنها در دانشگاه ها تدریس می شوند ولی تولیدات فکری و تحقیقی او محدود به علم خالص نبوده او اخیرا پس از سالها تحقیق درباره خارزمی کتابی منتشر کرده با بیش از 800 صفحه زیر عنوان محمد ابن موسی خارزمی نگاهی به اصر و آثار او او در این حال کتابی هم درباره موسیقی سنتی ایرانی به زبان آلمانی منتشر کرده و اخیرا هم کتابی در دو جلدی زیر عنوان حافظ و دیوان او از دیدگاه غرب وارد بازار کتاب کرده است پروفسور ناصر کنانی به برنامه به بار دیگر خوش آمدید متشکرم جناب کنانی شما کتاب های متعددی در زمینه حوزه کاری تخصصی خودتون منتشر کردید که بسیاریشون کتاب های مهمیه و در کتاب مرجع در دانشگاه ها تدریج میشه و خیلی هم گیرونه در ذهن یکی از این کتاب ها هستش Electroplating Basic Principles, Processes and Practice که من ترجمهشو رو واگذار میکنم به خودتون ولی به زبان ساده راجع به چیه؟ من در مجموع شش کتاب علمی نوشتم در رشته خودم که یکی از اونها همین کتابی است که شما نام بردید و این کتاب توسط ناشری انگلیسی به نام الزویر منتشر شد و این برای هر نویسنده کتاب علمی افتخاری است که کتابش رو همچین ناشری بیرون بده در مورد قیمتش من نمیتونم اظهار نظر بکنم ناشر خودش این قیمت رو تعیین کرده و بعد از شش ماه که این کتاب منتشر شده بود به من یک نامه نوشتن و تبریک گفتن که 800 نسخه شو تونستن بفروشن با همین قیمت بسیار زیادش به هر حال این کتاب درباره آبکاری صنعت آبکاری است که ما در انگلیسی بهش Electroplating یا الکترولس پلیتینگ میگیم و زبان فارسی آبکاری است و به همین این واژه اونطور که باید شاید بازگوی واقعیت امر نیست صنعت آبکاری یک صنعت بسیار مهمی است در کشورهای مانند انگلستان آلمان ژاپن به نام صنعتی یا فناوری که دیگر صنایع رو توانمند میکنه چون هیچ صنعتی نیست که بدون آبکاری بتونه به کار خودش ادامه بده حتی در پزشکی در این پروتس هایی که در بدن میذارن اینها قبلا آبکاری میشه از ساعت دست گرفته تا موشک های فضایی بدون آبکاری اصلا امکان پذیر نیست ماشینی که شما سوار میشین تو سمونه سه هزار قطعش آبکاری شده ولی متاسفانه این صنعت در ایران اونطور که باید شاید جا نیفتاده و بنده این بارها و بارها اشاره کردم که اگر بنا بشه که ما کشورمون یک روزی آنچنان صنعتی بشه که ژاپن، آلمان، انگلستان هست، باید این صنعت آبکاری جایگاه خودش رو پیدا بکنه. به همین جهت این کتاب رو من به زبان انگلیسی نوشتم و در انگلستان منتشر کردم تا اهمیتش برای دیگران هم روشن بشه و آیا به فارسی هم ترجمه شده؟ احیانا توی ایران هم تدریس من این اواخر, این اواخر اطلاع پیدا کردم. این اواخر اطلاع پیدا کردم که این کتاب رو ترجمه کردن و گویا وزارت صنایع و صنایع دفاعی این کتاب رو منتشر کرده ولی من اطلاعی بیشتری ندارم شما میگید گو یعنی به شما اطلاع ندادن که اینو من ترجم. اطلاع ندادن که ترجمه میکنم ولی بعدا دیدم که این احا. کتاب ترجمه, ترجمه شده, منتشر شده حالا کتاب دیگه ای هم که به همون اندازه مهمه و کتاب مرجعه کتابی است که درباره کروژنه که با. در ایران زیر عنوان خوردگی ظاهرا چاپ شده شاید بشه گفت که این کتاب یک کاربرد خیلی عملیتر و بیشتری در زندگی روزمره مردم داره خوردگی یا کروژن یک حادثه طبیعی است که همیشه رخ میده برای اینکه ما فلزات رو از دامن و از چنگ طبیعت بیرون میکشیم و طبیعت هم هیچ کوششی دیگری انجام نمیده جز اینکه اونچه که ما از چنگش بیرون آوردیم مجددا به خودش برگردونه این عمله بهش میگن خوردگی و کروژن و تمام فلزات دوچار خوردگی میشن و کشورهای سنتی مثل انگلستان آلمان در سال بیش از 100 میلیارد یورو خسران میبینن از این خوردگی که رخ داده و همین جهت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خوشبختانه در ایران هم کوشش هایی برای شناختن این رشته میشه و متخصصین با نامی در اونجا کار میکنن چون ایران هم با وجودی که هوای مرتوب آنچنانی مثل انگلستان نداره دوچار این خوردگی هست و صنایع ایرانی شدیدا خسران و ضرر از خوردگی میبینن و به همین جهت تعداد کتاب هایی که درباره خوردگی تا کنون در جهان نوشته شده سر به بیشماری میزنه و منم سعی کردم بر اثر تجاربی که خودم در س... برای سی سال تدریس در این مورد کتابی در این زمینه رو بسیار حال کتاب دیگه تون که باز پایه اساسش به همون مسائل علمی برمیگرده البته یه مقدار زیاد تحقیق تاریخی درش هست کتابی هست زیر عنوان باتری اشکانی بله. که اه... توی اون توضیح دادید که چطور دو هزار سال قبل ایرانی ها باتری برای تولید برق درست کردن این برق چجوری استفاده میکردن؟ از بزرگ خیلی ممنونم از اینکه این, این نکته شما اشاره میکنید در سال 1936 یک گروه باستانشناس آلمانی تحت رهبری یک شخص اتریشی به نام ویلهم کونیگ در کنار ایوان مدائن در تیسفون تیسفون که پایتخت اصلی اشکانیان و بعد ساسانیان بود تحقیقات میکردن و اونجا سه شی رو در کنار یکدیگر پیدا کردن یک کوزه یک استوانه مسی و یک میله آهنی برای این معمایی بود که این چه میتونه باشه و هیچ کس قادر نبود به این سوال جواب بده بقیه اشیا چیزهای مهمی نبودن ولی اینکه این, این سه این سه شی کنار یکدیگر بودن بسیار قابل توجه بود و آقای کنی که در این رو کشف کرده بود این دستگاه رو این سجست رو فرستاد به دانشگاه ویان و استادا اونجا نظر دادن آقا تنها کاری که میشه فکر کرد یک نوع, باتری میتونه باشه به علتش این است که باتری حتی جدیدترین و نوینترین باتری هایی که ما امروز کار میکنیم بر این اساسن که شما دو تا فلز مختلف رو در یک محلول میذارید این محلول میتونه آب و پرتغال باشه میتونه اسید هم باشه میتونه شراب باشه فقط دو تا فلز مختلف باشه و این استوانه مسی و این میله آهنی و اون کوزه نشانی از این بود که ظاهرا کار این مثل نو باتری میتونه باشه البته این کاری که کشف رو بعدا به تحقیق رسید که واقعا چنین مسئله در زمان اشکانیان بوده به همین جهت هم به نام پیل اشکانی مشهور شده در اثر تحقیقات سیستماتیک به وجود نیامد یک تصادفی بود که این اتفاق رخ داد و به همین جهت هم اینها ازش برای تولید برق اصلا نمیتونستن استفاده بکنن و هیچ وقت هم از این برق نگرفتن ولی اتفاقا این برای آبکاری استفاده کردن چون شما برای آبکاری برای همون الکترو احتیاج به باتری دارین و اینها از این استفاده میکردن که روکش, برای اجسام دیگه و به همین جهت از یعنی ما میدونیم یعنی از زر تاریخی بله، بله، شده بله، بله، که این بله، روکش رو بله، درست میکردن کتابی که من نوشتم در این زمین تحت مانه The Park and Battery بلا به زودی به انگلیسی و به آلمانی و به روسی و ژاپنی ترجمه شد چون خیلی مرتوجه قرار گرفت و در این کتاب نشون داده شده که بله این کار عملی هست بر اساس گفته ها و تحقیقات دانشمندان بزرگی در سراسر جهان البته این باتری رو قبلا بهش میگفتن پیل بغداد با. که حالا شما تبدیلش کردید به پیل اشگونی <تصفح> علتش با. این هستش که محلی که اینو پیدا کردن بین ایوان مدائن و بغداد بود آه. و چون نام ب... ب... ایوان مدائن مرسوم نبود از باتری بغداد استفاده کردن ولی این نام غلطه از نظر تاریخی و امروزی ای کسی این صحبت میکنه بسیار خب حالا همونطور که گفتم های فکری و تولیدات تحقیقی شما به محدود به علم خالص نیست شما کتابی در 800 صفحه بیش از 800 صفحه منتشر کردید زیر عنوان محمد بن موسا خوارزمی نگاهی به اصر و آثار او که سالهای طولانی روش کار کردید و یک کار سترگ تحقیقیه و من مایلم هم که گفتم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم توی بقیه وقتی که داریم توی این برنامه شما دقیقا چند سال وقت صرف کردید روی تحقیق روی این کار من از سال 1973 شروع کردم به جمع مدارک نوشته ها تزهای مختلف درباره خارزمی دلیل خاصی داشت که من این کار رو انجام دادم ولی از سال 1973 که جمع کردم تا سال 2010 2011. یا 2011 دواز... کاری انجام ندادم جز چندین سخنرانی و چند مقاله درباره خارزمی ولی بعد که این منابع جمعوری شدن من واقعا افسوس خوردم که این رو به صورت یک کتابی در نیارم به همین جهت از با استفاده از این منابع و این معاخذ این کتاب رو نوشتم و لازم میدونم اشاره بکنم که این معاخذ و این منابع همشون مال قرب هستن در کشورهای اروپایی نوشته شدن و در این اواخر هم در آمریکا برای اینکه هر چه بیشتر تحقیق کردند متوجه شدن که چه اهمیتی خارزمی در جهان ریاضیات داشته من برای نمونه خدمتتون عرض میکنم از سال 2006 تا سال 2012 آمریکایی‌ها هر چند صبح یک فهرستی در اینترنت منتشر کردند که هر کسی میتونه ببینه و خواستن ببینن که صد نفر از بزرگترین و بانفوزترین ریاضیدانان جهان از قبل از میلاد مسیح تا امروز در سر جهان کیا بودن و خارزمی همیشه توی این فهرست وجود داشته بین مقام هفتادم تا بیستم در این زمینه در آخرین فهرست مقام بیست دوم یا بیست سوم یعنی از صد تا از بزرگترین و بانفوس در تاریخ و در, 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 در تاریخ حالا شما جناب کنانی تو در فیزیک جامدات و فوق دکتراتو هم دارید در الکتروشیمیه و هر دان از دانشگاه فنی بلند که دارین درس میدین اونجا حالا چطور به خارزمی ریاضیدان شما علاقه من من از نوجوانی خیلی علاقه به تاریخ علم داشتم ام. و یادم میاد موقعی که هنوز ایران بودم کتاب تاریخ علم نوشته جورج سارتون رو میخوندم و سعی میکردم همه رو حفظ بکنم کتاب تاریخ علوم نوشته پیور روسو ترجمه آقای حسن سفاری رو و اینها رو با خودم حتی آوردم از اون زمان اما همیشه از خودم سوال میکردم که چرا هیچ وقت صحبتی از ایرانی ها نیست مگه ما ایرانی ها در تاریخ علم نقشی بازی نکردیم خوشبختانه آمدن خارج و دسترسی به این منابع خارج من نشون داد که نه ما هم در تاریخ علم نقشی بازی کردیم هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام و هر بیشتر در این زمین مطالعه کردم بیشتر پی بردم و به خصوص این که دیدم اروپا و آمریکا چه اهمیتی برای دانشمندان ما از قبیل خارزمی، خیام، خواجه نصیرالدین توسی جم... خ... جمشید کاشی،, کاشی،, حتی در قسمت ریاضیات این حرفا مطرح و به هم با استفاده از منابع اینها تصمیم گرفتم که درباره این بزرگان گفتاری تهیه بکنم کتاب بنویسم که اولینشون با خارزمی شروع کردم به خاطر قدمت زمانیش و به خاطر اهمیتش برای اینکه خارزمی در چهار زمینه ریاضیات یعنی جبر حساب و بعد ارزم بزرگتون نجوم و جغرافیایی به عنوان ارشد و صدر تمام دانشمندان در جهان اسلام هست و نفوذ او در اروپا اون اندازه هست که نامش تبدیل به الگوریتم شده و امروز در تمام زبانهای جهان به و بعد واجه واژه جبر. جبر الجبر رو این به تمام زبانهای دیه کر. دیگه کرد واژه صفر که در انگلیسی سایفر در فرانسه شیف در زبان آلمانی سیفر به غلط همین از این مرد نتیجه میگیرن به قول بسیاری از دانشمندان بدون حساب اعشاری خارزمی و بدون روشی که اون اعلان کرد و به امروز به نام الگوریتم معروفه ما اصلا کامپیوتر نمیتونستیم داشته باشیم آه. شما با اعداد هلیوگریف مصریا که نمیتونید کامپیوتر درست بکنی که شاهکار خارزمی در این هستش که این ابتکار هندی ها رو در اختراع این اعداد درک میکنه پی به اهمیت اون میبره و این رو در جهان اسلام مطرح میکنه و بعد نشون میده که چگونه با این اعداد میشه جمع تفریق ضرب تقسیم انجام داد چگونه میشه به توان برد مثلا در کتاب حسابش نشون میده که چجوری تقسیم ارث در در جهان اسلام میتونه از این با کمک این حساب صورت بگیره از این نظر بله در گذشته کارهای شده چکی درش نیست و خود ما ایرانی در زمان هخامنشیان با استفاده از حروف میخی بابلی ها حساب میکردیم اما هیچ کدام اینها نتونستن جهانگیر بشن چه عواملی در قرن دوم هجری فراهم شده بود که آدمی مثل خارزمی ظهور بکنه به نظر من عوامل زیادی بودن اما من به یکیش که از به نظر من از همه مهمتر هست اشاره میکنم منم وجود شخصیتیست به نام معمون معمون برخلاف تمامی خلفای عباسی به جای حرمسرا جایگاهی داشت برای دانشمندان به جای مسائل دیگه توجهش به دانشمند و دانش بود و اینها رو در دربار خودش جمع میکرد و به همین جهت بغداد رو او در بیت الحکمه که به حکمت یا به دانش، سرای دانش که به ابتکار خانواده برمکی در زمان هارون رشید تأسیس شده بود به اوج شهرت رسوند و تبدیل کرد به بزرگترین نهاد علمی و تحقیقی و پژوهشی جهان و او بود که دانشمندان رو تشویق میکرد برای ترجمه از آثار یونان و آثار سوریانی و بعد هم تشویق میکرد که خودشون مستقل کار بکنن من جمله برای خارزمی دو رصدخانه در بغداد و در دمشق درست کرد که دانشمندان مسلمان حالا از هر منطقی که آمدن در اونجا خودشون به نجوم پردازند و نجوم اسلامی رو از قید نجوم بطلمیوسی یونانی بیرون میارند به همین جهت اهمیت خارزمی در جهان نجوم در جهان در دنیا به همین جهت خیلی بالاست به خاطر که نجومی که او ارزه کرد بر اساس داده های ایران باستان و هندوستان بود اولین نجومی است که فارغ از بطلمیوس کار میکنه اه. توجه کردین معمون کسی بود که اطلاع داشت که یونانیان قدیم قطر کره زمین رو اندازه گرفتن اه. به خارزمی و به دیگران پیشنهاد کرد شما همین کار رو بکنید ببینید میتونید نظر ها رو تایید بکنید یا نه و به همین جهت در زمان او مجددا قطر جهان رو اندازه گرفتن باید دقت خیلی بیشتری خارزمی اصل نسبش خارزم ظاهرا در خیوه به دنیا آمده که جزء ازبکستانه آثارش به زبان عربی احتمالا به زبان عربی هم حرف میزده و زیر خلافت عباسی هم زندگی میکرده چطور میشه ایرونی دونه؟ عرضم بزرگتون که من ابتدا میخوام با تأکید بسیار بگم انسانهایی در این عظمت متعلق به بشریت هستند هیچ کشوری اون عظمت رو نداره که اینا رو در خودش جای بده ابن سینا جمله خیلی مشهوری داره میگه من اینقدر بزرگ شدم که جهان برای من کوچکه چگونه ما وقت بخوایم ادعا بکنیم که این فقط و فقط مالیات اینها متعلق به بشریت هستند اما ما یک واقعیت های تاریخی هم داریم که میتونیم بهشون اشاره بکنیم من قبل از که به یک اش... نکته یه را یادآوری میکنم انشتن در شهر علم به دنیا آمده هیچ کس نمیدونه که یا غالبا نمیدونن ولی این شهر کوچک اصلا نمیتونه جایگاه مرد به این بزرگی باشه این متعلق به جهانه ولی واقعیت اینه که در شهر علم آلمان به دنیا آمده خارزمی بله در شهری نزدیک در خارز به عنوان نام کاس با سه سه نقطه می نویسن به دنیا میاد در اون زمان نه ازبکستان وجود داشت نه تاجیکستان وجود داشت تمام این محوته جزء جز ایران بزرگ بود ایاتون باشه شاهانشون خودشون خارزم شاهیان شاهان مینامیدند توجه کردین و این از این فرهنگ سیراب شده بوده واقعیت امر اینه که پدر مادر این زردشتی بودن اعراب همیشه اینو به نام الخارزمی المجوسی نام میبرند در نتیجه پس میتونیم اشاره بکنیم که تربیت این در یک خانواده زردشتی بوده بعد یا خود خانواده یا شخص ایشون به دست معمون اسلام آورده حرفی درش نیست و کتاباش هم که شما میفرمین راست میگین به زبان عربی نوشته ولی زبان عربی رو فرا گرفت زبان مادریش نبود زبان مادری اون خارزمی و زبان زردشتی بود به همین جهت ما میتونیم این به این نکات اشاره بکنیم بدونه که دوچار این تصویات غلط بشیم که نخیر این فقط ایرانی بوده نه این زادگاهش در فرهنگ ایران بزرگ بوده ولی بعد متعلق به بقیه هست این البته در مورد خیلی از دانشمند های دا دیگه هم صادقه با درسته حالا شما سال گذشته در مراسم معرفی همین کتاب خارزمی در تهران از بی توجهی به خارزمی در ایران خیلی گلایه کردید و موارد زیادی هم برش مدید که در کشورهای مختلف از خارزمی تجلیل شده و رسانه های ایران حتی خبر این تجلیل در کشور دیگر هم ندادن شما فکر کنید چرا بی توجهی شده به و میشه به علت گلایه من در این بود که ببینید اولا نازا روی نقشه کره ماه فقط و فقط از یک انسان دو بار نام برده اونم خارزمی است این حتی پوسترش هم در ایران چاپ نشده حتی این عکس هم چاپ نشده در کتاب من اومده دومی که در آپریل، در ماه آوریل سال 2014 بزرگترین کنگره مهندسین جهان در آمریکا تشکیل شد و شخص امامایی رو افتتاح کرد و این هیچ ارتباطی با خارزمی نداشت اما در تمام اعلامی ها دو دار ریاضیدان بزرگ آمریکایی نوشته بودند بدون خارزمی و جبر او اصلا ما دارای دانشی به نام دانش مهندسی نمیتونستیم باشیم و این مطالب هیچ وقت در ایران حتی منعکس هم نشده از این گذشته ما چندین شخصیت پرنام و نامدار از خارزم داریم که اینها هم نامشون خارزمی است و متاسفانه این اشتباه رخ میده که این خارزمی که ما صحبت میکنیم محمد ابن موسا خارزمی رو با اون خارزمی دیگه اشتباه میگیرن و این واقعا در داور نشون میده که تحقیقات درستی نکردن و اطلاعی ندارن گو این که در, ای در ایران از زمان شاه جایزه به نام جای شاه می داده شده اما اطلاعاتی که ما باید می باید درباره خارزمی می داشتیم نداریم و این کتابی که من نوشتم بالغ بر 900 صفحه فقط و فقط بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های اروپایی و آمریکایی‌هاست. ام البته من دو تا نقل قول از شما میکنم اینجا که نشون میده که این نگرانی شما نسبت به مسائل فرهنگی ایران به طور کلی و تاریخ و فرهنگ ایران خیلی فراتر از قد ناشناسی از خارزمیه شما میگین مردمی که با تاریخ و فرهنگ خود آشنا نیستند محکوم به کنار آمدن با نزول فرهنگی خود هستند ما در مجموعه فرهنگی ما شاهد نمونه های مقایر فرهنگ هستیم مانند خرافات که باید دور ریخته شود به عبارت دیگر ما به تربیت روشن فکر نیاز داریم در جای دیگه صحبت از این می که ما انسان های مانند خارزمی، ملاصدرا، خیام و بوزجانی یا بوجگانی در واقع و قیاس جمشید کاشانی داشتیم که متاسفانه چندان شناخته شده نیستند. این افراد در اروپا برای دیگران الگوی فکری هستند تنها سینه سپر کردن و بیان اینکه فرهنگ داریم درست نیست بلکه باید بدانیم که از چه داریم صحبت میکنیم برادر میزه شما نگرانید در واقع نگران فرهنگ و تاریخ هستید بله فرهنگ البته یک کمیت ثابت نیست یک کیفیت متغیره فرهنگ در طول زمان تغییر ماهوی هم میده ولی به هر حال این همانی ما کیستی و چیستی ما و هویت ما برمیگرده به همین فرهنگی داریم و وقتی ما فرهنگ خودمون رو نشناسیم به نظر من جای گلایه داره البته باید اشاره کرد که فرهنگ فقط یک بار مثبت نداره در چارچوب فرهنگ مسائل و خرافات هم هستن سنن ناپسند هم وجود دارن ولی میراس های گرانبه های هم وجود داره مثلا بخشی از فرهنگ ما زبان ماست ما اگر درباره زبان خودمون تحقیق نکنیم در رشد نموش کوشش نکنیم خب کوتاهی کردیم به نظر من بله این نگرانی که شما گفتین در وجود من هست این بیتوجهی به فرهنگمون و از این گذشته تمام مشکلاتی که ما باش رو برو هستیم در دوران مختلف در ادوار مختلف و در حال حاضر در واقع یک مشکل فرهنگی است پس برای حل این مشکلات هم ما باید با فرهنگ خودمون آشنایی داشته باشیم تا این فرهنگ بسیار وسیع بسیار گسترده است فقط منحصر به بوزجانی و خیام و خارزمی نمیشه به مسائل دیگه هم برمیخوره به ادب شعر غیر و زالک و هر کسی به هر نوعی باید در رشد و نمو و شناساندن این فرهنگ گام برداره شما یک کتاب هم در مورد موسیقی سنتی ایران نوشتید و اخیرا هم کتابی درباره حافظ و دیوانش از دید غربی ها در واقع اونطور که اونها نگاه میکنن به حافظ در دو جلد هم به زبان انگلیسی منتشر کردید حالا اگه همه این حرف اینها کم بود شما در این حال سنتور هم میزنید و خب به نظر میرسه که شما یک کتابی به نظر من باید در مورد بهترین شیوه راه استفاده از وقت بنویسید آقای کنانی واقعا چقدر شما فعالید و این وقت از کجا پیدا میکنید؟ گلایه من از خودم این هستش که اونجور که باید شاید کار نکردم ولی به هر حال کوشش مذبوحانه ای بوده که در زمین های مختلف که باهاش دست داشتم کار بکنم من جمله مثلا کتاب درباره موسیقی به این علت من اصلا به خارج اومدم که موسیقیدان بشم من در یه خانواده بزرگ شده بودم که نواختن سازها واقعا مرسوم بود از زن و مرد و پیر و جوان با ساز سر داشتن و به هم جهت با موافقت خانواده به شهر وین رفتم که تحصیل موسیقی بکنم من تا به زودی به این فکر افتادم که بهتر از که یه کار جدیتری انجام بدم و خوشبختانه به علت اینکه واجد شرایط بودم تونستم برم رشته مهندسی و غیر درس بخونم به، یعنی این کتاب ابتدا به ساکن نیست بله من آشنایی با موسیقی ایرانی داشتم نظر نواختن یکی دو تا ساز و هم که تاریخش ولی به هر حال من فکر می کنم که آشنایی با یکی دو زبان و امکانات فرهنگی که در این کشوری که من زندگی می کنم و شبیه اینم در انگلستان هست در آمریکا هست این امکان رو میده که آدم جستجو بکنه مطالبی رو پی ببره و یادداشت بکنه بخصوصی که من الان نزدیک به تقریبا دقیقا بگم از سال 1990 تقریبا 25 6 سال هست که وظیفه اخلاقی خودم میدونم که بخشی از فرهنگ خودم رو به اروپایا تا جایی که امکان داره معرفی بکنم در اون قسمتی که میتونم مطالبی رو عرضه بکنم منتها همواره از دید خودشون یعنی اگر من درباره خیام با شنوندگان آلمانی یا انگلیسی یا فرانسوی صحبت میکنم به این معنا نیست که من اینها رو درباره خیام میگم بلکه من به اینا میگم اینها چیزاست که شما دارید در 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 مثلا برفران راسل جمله قشنگی داره میگه غرب تا کنون نتونسته شاعری ریاضیدان و ریاضیدانی شاعر چون خیام به جهان ارمغان بده خب من سعی کردم این کار رو انجام بدم و مخاطب منم هم همه غیر ایرانی ها بودند وظیفه خودم میدونستم که این کار رو انجام بدم تا چه اندازه موفق شدم نمیدونم ولی این کوشش رو کردم و ادامه هم خواهم داد بسیار خوب شما در دوره دانشجوییتون در همین بلند در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی هم فعال بودید به هر حال بله دوره بود که منم با شوق و ذوق و انرژی بسیار زیادی به فعالیت سیاسی می پرداختم و علت اصلیش هم ارادت من به شخص دکتر مصدق بود و از اون زاویه وارد اینجور مسائل سیاسی شدم ولی بعد از سالها در این زمینه کار کم یا بیش به هر حال فعالیت سیاسی رو معدل کردم فقط به تفکر سیاسی و از هر گونه فعالتی سال هاست که خودم رو کنار کشیدم و یک انسانی هستم که فکر سیاسی دارم ولی کاری که انجام میدم بیشتر جنبه فرهنگ فرهنگی کانال فرهنگی بیشتر میدید بله پروفسور ناصر کنانی بشتر. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه ممنون از شما